چرا اینجا خوابیدی؟ بیدار شو چه ببینم. بیدار شو بیدار شو دیگه، بیدار شو ای دختر زیبا، ببین چه کرده ای تو با دل ما. صبحانه چی میخوری؟ نیمرو هستی؟ پاشو میخوای صبحانه بخوری؟ پاشو دیگه. چرا اینجا خوابیدی؟ یعنی چی؟ اوه چه کردیم ما با اینجا؟ بیدار نمیشی؟ بیدار شو ای دختر زیبا، ببین چه کرده ای تو با دل ما. فرزاد بابا بذار یکم بخوابم. بودو دستارتو بشور سریع بیام خواهم سبانه بخوری. بلند شو دیگه. سریع اینو بزنیم و بریم به کارمون برسیم. چه زود؟ رفتم گوشیمو بیارم. دیشب نذاشتی بخوابم و چطور؟ یه ساعت هم چش رو هم نذاشتم. یه ریز حرف زدی خور رو پف کردی. حرف زدم؟ اوخ. شوخی میکنی؟ شوخی دارم با تو. من هرکی اومدم رو کاناپه خوابیدم. اینقدر خور و پف وحشتناک کردی؟ جدی چرا اینقدر تو خواب حرف میزنی تو؟ یه جوری به آدم نگاه میکنه انگار دارم دروغ میگم. اصلا سابقه نداشته. معلومه که سابقه نداشته. اصلا مگه سلبریتی ها خور و پف میکنن؟ اصلا مگه سلبریتی ها تو خواب حرفم میزنن؟ جدی تا حالا کسی بهت نگفته خواب حرف میزنی؟ نه. یه شب که آسمون از غم سیاه روز و پریشونه، یه شب که چشم آهسته توی سبزه میخونه. آی سلبریتی شما فقط برای ما بخون. تموم شد؟ بله تموم شد. خب قبل اینکه پیادشم کی ببینمت؟ کی؟ فکر نکن دیگه. امشب که نمیشه. چرا نمیشه؟ میشه. نمیشه چون تو جونم هم میشه. تو روزکاری شب میخواییم با هم باشیم. خرید خودم میکنم، شما خودم میگیرم. هله باشه، شام که من خودم میگیرم. نمیخواد بگی، شما مستقیم بیا خونه، همشو انجام میدم. باشه. فقط دلم میخواد رو تر این سفر بریم با هم دیگه. نه بابا، چقدر دلت میخواد؟ خب معلوم خیلی. اگه خیلی دلت میخواد کمتر برنامه بگی. باشه بریم. بذار این برنامه تموم شه میریم. چند روز؟ یه تا 15 روز میریم. خوبه. من و تو. نه دریا هم باشه. هیچ کس نباشه. باشه. موضوع خود هستی؟ باشه هستم. ماری بگو. من چیزی واسه گفتن ندارم. دری بگو. معلومه که دارم. دوست دارم. دوست دارم. اینه. خدافظ. خدافظ هست. میبینمت. آره فاطمه جان. را 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 را
چرای یه میزنیم ترمز؟ الو خوب و خسته؟ نه بابا کارمون طول کشید. آره بابا تا صبح همون تو استودیو خورده خوابیدم. نه دارم میرم دیگه استودیو. باشه دل دردش خوب شد؟ خب باشه حالا میگیرم شب میرم. خیلی خوب. نه خوبه کاری نداریم. خداحافظ. صدامت را بشنوید. هموطن سلام، صدای ما را از شهری میشنوید که به خاطر لبخند شما زیباست. هوای امروز پر شده از مهر و محبت و همدلی شما مردم عزیز. برنامه امروز را تقدیم میکنیم به تمام کارگران زحمتکشی که برای یه لقمه نون حلال شرافتمندانه تلاش میکنن. سلام کارگران غیور سراسر ایران. سلام. با رادیو اینترنتی صدانت همراه باشید. روی موج رادیو اینترنتی صدانت. خب همونطور که تو برنامه دیروز صحبت کردیم، یه خواب آروم و خوب میتونه باعث شروع یک روز خوب و پر انرژی باشه. مهمون امروز برنامه ما جناب آقای دکتر زاره، متخصص خواب. درست میگم آقای دکتر؟ خواب فوق تخصص اختلالات خواب. بله، فوق تخصص اختلالات خواب دارن آقای دکتر زاره و ما ازشون خواهش کردیم که تشریف بیارن توی استودیو. شماره رو قبلا اعلام کردیم خدمتتون و به هیچ مقدمه‌ای می‌خوایم بریم برای شنیدن مشکلات و سوالات شما شنوندگان عزیز که بی صبرانه منتظر حضور آقای دکتر بودین توی استودیو. خب ببینیم که اولین شنونده ما آماده هست. بله شنونده اول روی خط هست. سلام شنونده عزیز، شما روی خط برنامه هستید، بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم. سوال خودتون از آقای دکتر میتونید بپرسید. آقای دکتر من یه مشکلی دارم، وقتی میخوابم یه صدایی احساس میکنم، یه وزوزه. دیدین یه وقتای عرق سرد رو بدن آدم میشینه، یه همچین حسی دارم، یعنی همچین اتفاق. ببینید کسی که به متخصص اعصاب رجوع میکنه اما مشکلش حل نمیشه، به نظر من بهتره که با وقتی یه وقتی بیدار میشه دیگه خوابش هم نمیبره تا دم صبح، خیلی اذیتم میکنه تا دوباره بخوابه، نمیدونم باید چیکار کنم. فلج خواب بسیار رایجه و ما میتونیم به جرئت بگیم که از هر 10 نفر 3 یا 4 نفر به این مسئله دچار هستن. کابوس مدرسه، آتش سوزی، کابوس افتادن، دوزی، کلا کابوس زیاد میبینم. خب شنونده عزیز روی خط برنامه هستیم، بفرمایید. آقا سلام، ببخشید صدای من داری؟ بفرمایید، صدای شما رو میشنویم. آقای دکتر هم اینجا هستن، صدای شما رو میشنویم. ببینید هنوز نیومده، اگه برگرده نمیذارم حرف بزنم. اولش از تو خواب شروع شد، یعنی هر وقت من میخوابیدم پیداش میشد. ببخشید من متوجه مشکل شما نشدم. ببخشید من خیلی وقت ندارم توضیح بدم، فقط ازتون میخوام، قسمتون میدم التماستون میکنم کمکم کنید. الو ببخشید متوجه هستید؟ الو صدای منو دارید؟ بله صداتون دارم. من نمیتونم به هیچکی ثابت کنم که حرفاش دست من نیست. آقا من نمیدونم باید سراغ کی برم یا چی کار کنم. اصلا یک شفت هم چی میمونی؟ درسته نشه بسنم خط سی آیتم آماده است. بهت گفتم برو یه رو بایستم بزنم فرزه بسو جمعش کنم. خب شنونده عزیز و دوست گرامی، خیلی شما شمرده و آروم با آرامش کامل مشکلتون رو بفرمایید. آقای دکتر اینجا هستن، حتما پاسخگو خواهند بود. داشتید میگفتین که تو خواب ظاهرا حق خداش میجنش کرد فل دیگه الان تو بیداریم. میخوام بگم از برنامه خوبتون ممنونم، مشکلی نیست،
ببخشید. بسیار خوب، خیلی ممنون. به حال آقای دکتر، برنامه زنده است و از این اتفاقا زیاد میفته توی برنامه زنده. به همین زودی به انتهای برنامه رسیدیم. من میخواستم که از آقای دکتر یه بار دیگه خواهش کنم که اگر امکان داره اون اپلیکیشن، یعنی برنامه‌ای که مخصوص تلفن همراه هست رو که فرموده بودین، دوباره معرفی بکنین خدمت شنوندهای ما. بله، عرض کردم این برنامه برای ترک کردن، یا بهتره بگم برای دنبال کردن خواب شما طراحی شده، به این صورت که شما قبل از خواب این برنامه رو روی گوشیتون رانش میکنید، در واقع اجراش میکنید. بله بله، ببخشید، اجراش میکنید. برنامه قابلیت این رو داره که هر صدای اضافه ای رو در موقع خواب شما ضبط میکنه. مثلا صدای خور و پف و وقفه تنفسی. خیلی جالبه. منم وقتی که آقای دکتر این برنامه رو معرفی کردن سریع رو گوشیم نصب کردم و میخوام ازش استفاده کنم. آقای دکتر ممنونیم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. خیلی متشکرم که برنامه تشریف آوردید و روز همه شما شنوندگان عزیز خوش باشه، زیبا باشه و خوابتون هر شب خوش، همیشه خوش. دکتر خیلی مخلصیم. شما فرمایی پذیرایی بشین. های جزت. هایش میکنم. ارزان جان خدا قوت. شاکریم. مستنم باشی، عالی بود مثل همیشه. فقط فردا رو که یادتو انشالله. آره دیگه. خواهشان زودتر بیا. کلن نیم ساعت زنده دست ماست. یادش این قبلش با این صحبتتو بکن، سوالا رو چک بکن. انشالله که مشکلی هم پیش نیاد. این اتفاق هم واسه تو خوبه، هم واسه برنامه. کافیه بنده خدا فقط ازت خوشش بیاد. تمومه. هر سفری بره این ور اون ور، چه بدونم سفر خارجی، همه شافیش خودته. میبینی چی میگم یا نه؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم سر وقت بیا. خیلی خوب، ولی چقدر نگرانی تو. به خدا بیا بار بهم زنگ زدن من میگه میگم خواهشان زودتر بیا. آجی استرس نداشته باش عزیز، از تو فعلا خلاص. مرسی، سر وقت بیا. خدا حافظ. خدا حافظ. شما خدا قربونت برم. دریا دریا دریا، عشق ما دریا. مامانت کو؟ تو همه. آخ جون، برو بازی کن تمام بیا میشد. شقایه فرزاد اومدی؟ آره. ببین من خیلی خواهم میاد، برم یه چرت بزنم. باشه برو. بریم از سشاره از اتاق برداشم که تو راحت باشه. ماما اینا کی میان؟ ماما اینا شب نمیان. به کنسل کردن؟ آره وایس دادم، نشنیدی؟ نه احتمالا تو استودیو بودم آنتن نمیداد. باشه برو. صاحب خونه؟ بله جناب مهمون. سلام. خب من برم یه کوچولو بخوابم. نه دیگه اخ نکن، بعد بیام با هم بازی میکنیم. گل گل. چای میخواد یا قهوه؟ چای باش. فعلا ساعت 11 شب خونم میبینم ات. قربونت برم. Thank you.
چشم آقای همسر. یازده میبینم. به برات گوشت بزن. نه بابا نمیخورم. نمیخورم. یعنی چی گوشت نمیخوری؟ مگه زوره؟ نمیخورم. نمیخورم. باشه باشه باشه. چه چی شد آخرش؟ کارتون تموم شد ایشالله؟ نه دیگه. امشب دوباره میرم استودیو. قرار بود مامان تینا بیان که. خب همین دیگه. واسه همین میگم خدا رو شکر کنسل شد. وگرنه همه چی قاطی پاتی میشد. بابا. بابا. چیانه بابا؟ سقط یعنی چی؟ کی بدینم جفی زده؟ دیگه نگی این کلمه رو ها. بابا خودت بهم گفتی. بابا کی از این حرف رو زده تا الان؟ همون عرشی که اومدم باید بازی کنم. دریا کی اینا رو به دیاد داده؟ خوده گام بود. بابا حرف بد نمیزنه. چرا؟ وقتی عرشی میخواستم برم باش بازی کنم گفت من و مامان میخواستیم سقطت کنیم. دختر دروغو نمیخوای ما؟ هیچی بهش نمیگم. من که دروغو نیستم. خودت به این گفتی. اصلا مدرسه تو مهد بودک چی به اینو یاد میده؟ پس از کجا میدونه؟ مامان جان غذا تو بخور من الان میام. چت شده؟ تو که باور نکردی با همچین حرفی بچه زده بشم. میگه ما میخواستیم سقطش کنیم. سقط برای بچه خودت؟ میگم من نگفتم بابا. میگه من مغز خر خوردم همچین حرفی بچه خودت. از کجا فهمیده؟ من چه میدونم؟ حتما بیرون تو مهد کودک جایی شنیده. یعنی چی؟ راست میگی. یعنی چی؟ به من نگاه کن. سرتو بالا کن به من نگاه کن. میگم سرتو بالا کن به من نگاه کن. جواهر. آه. من عاشق تو و بچه‌مون و زندگیمونم. بفهم اینو. فرزاد. دوستم داری؟ این وسط چی بود؟ بگو جون دریا دوستم داری؟ بلاغو ببینا. بگو دیگه. به جون هر کی. من دوستت دارم. نیاز به قسم خوردن نیست. بریم الان بچه فکر میکنه چی شده حالا. به به نشه. نه خوابی دیرم تو بذارم کردی شیطون. فردا چی دوست داری برات بخرم؟ بابه سنجی بازم بابه سنجی؟ آره میخوام یه خواهری برادری چیز بشه. باشه چشم بابا جا داری یه سرکو؟ آره عزیزم امروز اومدی اتاقم. من خواب بودم؟ نمیدونم خواب بودی یا بزار اما با که حرف میزدی. خیلی خوب. میخوام یه رازی رو باید بگم. بگو. ولی باید قول بده که پیش خودمون باشه. باش.
آدم بزرگا گاهی وقتا تو خواب حرف میزنن، به خصوص وقتی خوابای ترسناک میبینن. بابا جان منو خواب بد میبینم، بهت که گفتم. آره میدونم میدونم، ولی الان زودتر بخواب تا خواب بد نبینی، بعد منتظر باش فردا برات با اسفنج بخواب. باشه باشه، خب بخوابی. ممنون. شب بخیر. شب خیلی بالاخره این خوابید مرتی که یه حروم زده تموم شد؟ خب بلا همچین چیز عجیبی هم نیست، طبیعیه واقعا. مثلا همین پسرخاله من امیر، فرض از شبا تا صبح که میخوابه فقط فوش میده. حالا فکر کن این تو حالت عادیشی پسر مثبت، کل فامیل به این میگن شبکه چا. نمیدونم حالا اون به خودش که بد و بیرا نمیگه، من به خودم بد و بیرا گفتم. حالا ما پیشش نبودیم ببینیم به کی بد و بیرا میگه. اینقدر چیز عجیب غریبی نیست، بزرگش نکن، آدمیزاده دیگه. سیگار تموم شد بریم تو؟ بریم من یه سرچ بکنم ببینم چیزی پیدا میکنم. مثلا خب بذار ببینم چی میتونم پیدا کنم. بذار بیاد بالا. بیا فرزاد ببین نو نگاه کن، ببین این پسره داره میگه که من تازه فهمیدم که شبا تو خواب حرف میزنم. بعد از همخونش خواسته که یه شب که میخوابه کاملا ازش فیلم بگیره. بزنم بره جلو یکم. اینا این همخونشه. همخونش داره توضیح میده که داره میگه که دیشب که فیلم گرفته مثلا این تو خواب چه چیزایی گفته. میگه بهش گفته که پشت حیات خلوت خونه یه بیشه قدیمیه که آخر این بیشه 27-8 تا 30 تا پله قدیمیه. میگه پله ها رو برو بالا، آخر این پله ها چی؟ نمیدونم، داره از یه میگه میرسه به یه صخره سنگ که انگار یه سنگی روشه که یه نشونه روشه. میگه سنگه رو پیدا کن بزن کنار، زیر اون سنگه یه جعبه فلزیه قدیمیه که توش بره سکه است. حالا پسره خودش رفته همخونه اونجا فیلم گرفته. بیا این پله قدیمی ها، اینم صخره سنگه. اینم سنگه که گفت روش نشونه. سکه قدیمی. شروور اینا شروور؟ من نشان بودی بازی. البته خیلی هم تو کامنت گفتن که آره، خیلی هم گفتن که چرنده، هاکس دقل بازیه. ببین فرزاد یه نفر چی نوشته؟ که توی ایالت‌های باستانی قدیمی، تمدن‌های قدیمیشون یه اسمی واسش گذاشتن که میگن صدا دوز بهش، که این صدا دوز انگار یه کسی یا یه چیزیه که کسایی که صداهای خیلی خوبی دارن و
بعد از صداشون درست استفاده خوبی نمی کنن و میاد صداشون رو ور میداره میبره مال خودش میکنه. ترسیدی؟ ترس نداره اصلا، اگه تو صدا قشنگه که میترسی سلبریتی بی خیال شو دیگه، بلند شو بریم فیلم ببینیم. باشو داری؟ خوابیدی؟ دوباره من یه فیلم گذاشتم تو خوابت برد، سردت میشه که اینجوری. بیداری؟ خیلی احمدی. نکن فرزاد میترسم. از خودت بترس بدبخت. یعنی چی؟ اصلا قشنگ نیستا؟ بدبخت هر جایی که هر وقت بهت میگم مثل حیوان پا میشی میای اینجا. چه طرز حرف زدن ببندن تو؟ بهت گفتم جدا شدم، تو هم باور کردی. مگه تو چقدر بدبخت و حقیری؟ چی گفتی؟ مگه تو زن داری؟ چرا برای خودت میبافی؟ تو برای خودت میبافی که هرچی میگم باور میکنی. بدبخت حقیر، ایوون منی، من دهنتو افسار بزن به پوزت، ببن دهنتو میگم، بزن به چاک، خفشو بزن به چاک. من فقط حقیقت رو میگم. کسافت، کسافت. ماری کجایی؟ کجا رفتی صبح زود؟ به من زنگ بزن. برو دیگه. سلام سلام سلام. علیکم سلام. این الان زودته؟ بابا رسیدم دیگه. بابا گفتم بیا بشینی قبلش سوالا رو باز چک بکنی. عمران چه می‌کنم؟ چی داره میگه؟ چی داره میگه؟ داره خاطره تعریف کنه. بیا. سوالا هست؟ آره، از یک شروع می‌کنی همینجوری می‌گی. کیو چیه؟ همو گفت ان شاءالله میری سوال بعدی. من خواهشن حواست باشه دیگه، برام داستان نشه. اوکیه؟ فردا دارم با تو حرف می‌زنم. خیلی خوب برو. ببین من زحمت. آقا سلام عرض شد، خیلی مختصیم. سلام سلام سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. حالا شما خوبی؟ شرمنده کنید بفرمایید. خشم مندسان شما. آقا خیلی من اومده باشین. خانم بی باشین. چک کن خطا رو. خیلی خوب. آمده باش. همه چه بشم اون لاین استان خواهد است. اون خطا رو چک کن. مونده باشه. فرزا جان آماده ای؟ آماده؟ سیگه رو برو. رادیو اینترنتی صدانت را میشنوید. با رادیو اینترنتی صدانت همراه باشید. هموطن سلام، صدای منو از شهری میشنوید که به خاطر لبخند شما زیباست. هوای امروز پر شد از
پر شد از مهر و محبت و همدلی شما مردم عزیز. همونطور که وعده داده بودیم به شما شنوندگان عزیز، در خدمت جناب آقای مهندس افتخاری هستیم تا سوالات شما را از ایشون بپرسیم. آقای مهندس خیلی خیلی خوش اومدین. اگه معذرت میخوام، اگه سلام علیکی داریم بفرمایید با شنوندگان تا گفتگو را آغاز کنیم. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من در خدمت شما هستم. جناب آقای مهندس افتخاری، در دوران مسئولیت شما چه پیشرفتی در حوزه معیشت کارگران حاصل شده؟ عرض کنم خدمت شما که در دوران مدیریت بنده به حمد الله مدیریت شما؟ بله، در دوران خدمت بنده فلواقع خدمت شما بله عرض میکرد، در زمان مدیریت بنده انشاءالله این خدمتی که ما خدمت شما چیه؟ شهر رو نمیبینیم. اوضاع کارگر رو، وضعیت معیشت مردم رو نمیبینیم؟ نمیبینیم جوانه مملکت تو چه وضعیتی هستن؟ نمیبینی؟ یا خودتو زدی به خواب؟ سر تو از زیر برف بیار بیرون. یعنی چی؟ نصف جون شدی؟ چی؟ نباید می شدم؟ نصف جون شدی؟ وقتی می دونی هر شب دارم بهت خیانت می کنم و زر نمی زنی از ترس این که استخون جلوت نندازم نصف جون نمی شی؟ می فهمی چی داری؟ وقتی کارت بانکیم دستته واسه تولد اون طول سگت اسباب بازی و آب اسفنجو کوفت و درد و زهرمار میخری نصف جون نمیشی؟ بالا به دوستای عزیزم سلام. به خاطر اتفاقاتی که افتاده من لازم دیدم که بیام اینجا برای توضیحاتی بدم. شاید باورش براتون سخت باشه چون خود منم خیلی سخت تونستم بپذیرم. ولی به خاطر سالهایی که منو میشناسین ازتون خواهش میکنم که به من اعتماد کنید. این صدایی که از صبح تو فضای مجازی از من داره میچرخه در واقع صدای من نیست. یه چیزی داره صدای منو کنترل میکنه.
نمیدونم از دست من خارج کنترلش. الانم هر لحظه ممکنه برگرده، بعد تا زمانی که نیست من میتونم باهاتون صحبت کنم. اصلا نمیخوام کار خودم رو توجیه کنم، ولی از همه شما، از همسرم شقایق که میدونم الان داری منو میبینین، خواهش میکنم که از من حمایت کنین و پشتم باشین. صدای من برای این بخشت خیلی مذارم، صدای من برای اینه که به شما بگه چقدر بدبخت و بیچاره. شمایی که 24 ساعته تو فضای مجازی دارین میچرخین که ببینین ما چی کار میکنیم، چی میخوریم، چی میپوشیم، چی میگیم. شمایی که تمام هم و غم و زندگیتون اینه که قلب و لایک بزنیم ببینیم چی چه زنی میزنیم یعنی تفتت میزنیم. من فقط حقیقت رو میگم.